مدرکه که نشکو سن آگر اینو یا نکم نشکو دهست بگری که ماشی بخواه دوکانو دوکانو اتن سنگنو یا نکم بچی استازم گولی صد آرزو جن خاکن خوتو میدانی خباد رنگی خیلی زانه تو تگرگی ۲۵ بهمن سال ۹۵ من توفیق داشتم برای چندمین سال به پاور بیام بر مزار جوانی حاضر بشم که بسیار دوست داشتنی بود. این جوان یک جوان کرد بود که آرزوهای فراوانی داشت برای سرزمینش. میخوام یادی بکنم از شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی که در عاشورای سال 88 به ضرب تیر برادران از پا درآمد. میخوام یادی بکنم از نرگس محمدی، از عبدالفتاح سلطانی، از بسیاری از بانوان زندانی خودمون، از انسانهای شریفی که بیدلیل زندانی هن، از هر قوم و قبیله‌ای، از هر باور و عقیده‌ای. منتها دوست دارم در کلیت کشورمون با مردمان ایران سخن بگم، مردمانی که آرزوهای فراوانی با اونها بوده و شوربختانه این آرزوها به خاطر کجروی ها و کجدستی ها و پلیدی هایی که در حاکمیت این کشور دست به دست شده اونها به ریختی در آمدن که ما نمیپسندیم و ما دوست نداریم سرزمینمون رو سرزمین ورشکسته و بدهکار و بی‌هویت بدانیم. سانه ایجاله برای همین چیزا از پا در آمد. سانه ایجاله یک هنرمند بود، دوست داشت سرزمینش سرفراز باشه، دوست داشت سرزمینش جوری به کرد، به بلوچ، به عرب، به لور، به طوایف مختلف نگاه بکنه که مثلا به خانواده شخص رهبر. و این آرزوی بسیار پسندیده ایست که ما برای مردم این سرزمین چیزی رو رقم بزنیم که برای خانواده خودمون میخواییم. یعنی اطمینان دارم اگر بخوایم یه روزی مشکل کردستان حل بشه، چرا باید من پیشنهاد بکنم که رهبر با خانوادهش یک ماه تو کردستان زندگی بکنه؟ و اگر بخوایم خوزستان مشکلش حل بشه و این ریزگردها و غبارهایی که کل استان رو و استانهای همجوار رو خاک بر سر میکنه مشکلش به شکل ریشه‌ای حل بشه، رهبر با خانوادش یک ماه توی خوزستان زندگی بکنه؟ یا اگر بخوای مشکل زابل حل بشه، رهبر یک ماه بره با زن و بچهش در زابل زندگی بکنه؟ ما چرا باید به یکی روزی بیفتیم که حتما با یه رهبری و خانوادش بلندشن برن زابل تا مشکل اونجا حل بشه؟ این دلیلش فقط و فقط به اینه که یه جماعتی دوست و ناجوان مرد بر سر این کشور آوارن و فرصتها رو برای خودشون و خیشان خودشون تلمبار میکنن و ما بقیه مردم در رنجن. من همیشه شرمنده اون بانوانی هستم که از سر فقر تن به تن فروشی میسپرن. و سانه ایجاله خواستش همین بود، خواستش همین بود که این سرزمین غرور آفرین باشه، این سرزمین سرزمین نکبتها و زشتیها نباشه، سرزمینی باشه که از دور که بهش نگاه میکنن بگن در این سرزمین ادب جاریست، انصاف جاریست، پاکی جاریست، پاک دستی جاریست. و من اون روز رو اطمینان دارم بنابه خواست سانه جاله ها و همه عزیزانی که وانی به این خاطر آسیب دیدن یا در زندانن یا از پا در آمدن یا این آرزوها رو در دل میپرورانن، حتما به این روز در خواهیم رسید اگرچه ما نباشیم. سانه تو تگرگی بودی از ابرا، وقتی داشت خوش میشد درخت سبز ما، تیشه زدی به ریش این شب برستا. مال تو شد ۲۵ بهمن ما، خوش باشی پیش امیر و سرابونه داد، تو کجا و کیان حسین بازجو